Thank you very much. Our next speaker is Sir Geoffrey Knights, a law professor, an international lawyer, and a member of the Legal Commission of the Iran Tribunal People's Court. He will speak on the special rapporteur and his practical limits. من تا به حال به ایران نرفتم و وانمود نمی کنم که ماموریت داشته و خیلی اطلاع داشته باشم راجع به تاریخمون یا جغرافیایمون، اما با این حال من اون مشارکت محدودی که من داشتم در ایران تریبیونال غیر رسمی به من نشان داد که یکی از مهمترین چیزهایی بود که در کل زندگیم انجام دادم، حالا یا اخیراً یا اصلا در کل سابقه زندگی، و اهمیتی که من احساس کردم پس از مشارکت در این محکمه فکر میکنم در مشارکت بود با کسانی که فقط نظارگر اون هم بودن. حتی چرا این گونه بود؟ آیا شاید چون که میتونست باشد به این خاطر بود که شهادت چندین نفر و به خصوص اما شکوفه به ما نشان داد خیلی چیز راجع به بشریت. وقتی او به ما نشان داد که تو چگانه میتوانی جان سالم به در ببری از آن همه چیزهای وحشتناکی که او از سر گذرانده و رابطه برقرار کنی با کسانی که بتونن به بقای تو کمک کنن با هر شیوه دشواری که بود، آیا این بود؟ شاید، اما من فکر میکنم نه. فکر میکنم این محکمه چیزی همونطور که شکوفه و حمید اشاره کردن خیلی اهمیت بسیار والاتری از اینها داشت. اجازه بدید با یه شیوه غیر مستقیم بهش برسم قبل از اینکه نکته خودم رو مطرح کنم. من به همراه یک وکیل دیگه مشارکت داشتم در یک گروهی که از قبل با ما تماس گرفتن، کسانی که ایران تریبونال تشکیل داده بودن که ما یه مشورت حقوقی باشون کنیم. اونا فکر کردن به چنین مشورتی نیاز دارن. ما هم مشورت حقوقیمون رو کردیم، اونا هم گرفتن و عموما به اون توجهی نکردن و تا حدود بسیار زیاد اونها کار درستی کردن که به مشورت حقوقی ما گوش ندادن و این نکته مهمیه در اثبات ارزش این محکمه. رد مشورت ما توسط اونها از آن دانه هایی بود که از دل اون اهمیت بسیار این دادگاه مردمی جوانه یافت. اجازه بدید به یاد داشته باشیم چگونه چقدر اخیر بود که اصلا چقدر اخیر هست این که جنگ باید یا طبق قانون صورت بگیره یا اصلا هر گونه بعد از پایان جنگ باید دادگاه بیاد بررسی کنه و همین در مورد تخاصم های درونی که حمید شکوف راجع صحبت کردن هم صدق میکنه. تا پایان قرن 19 هم اصلا هیچ قانونی تقریبا وجود نداشت در این مدت و تازه بعد از جنگ جهانی اول بود که توجه شد به کسانی که شاید بتونن اون چیزی که بشه جنگ جنایت جنگی بهش گفت باید اینها رو اصلا پشت دادگاه کشون. اما به جای نگاه کنیم به رشد و توسعه نه از زاویه یا قربانیان، حداقل نه فعلا کسانی که آقای دیگریف میخواد بر اونها تمرکز کنیم، بیاید از نقطه نظر کسی صحبت کنیم، اون کسانی که دارن تلاش میکنن یا خواهند تلاش کرد که این قربانیان رو محاکمه کنن. بعد از جنگ جهانی اول چیز زیادی اتفاق نیفتاد و اگر هم کسی این کارو میکرد دولت های پیروز بودن. همین شد بعد از بعد از جنگ جهانی دوم هم همین شد، فقط دولت های پیروز بودند که محاکمه کردن مردم رو.
یک محاکمه مشخص بود از آیشمن که با یک دولت توسط دولت قربانی موفق شد محاکمه رنج بده. یکی دو نفر بود، دیمانوک اسمش شاید برای بعضی آشنا باشه، که محاکمش رو دولت های مستقل انجام دادن که عملیات که قوانین جهان شمول داشتن در مورد بعضی جنایت ها و دست بر قضا این افراد درون محبت قضایی اونها بودن و اونها رو مشکل و بعد ICTI و ICTY بودن، یک دادگاه های بودن که سازمان ملل تشکیل داد که جدا از دیوان بین‌المللی کیفری که میتونه گاهی اوقات به این مسئله بریزه، بعد دادگاه های در تیمور شرقی و در کامبوج دادگاه های مرتعب داشته و بعد دادگاه دائمی یا دادگاه های دائمی که نهادهای بین‌المللی تشکیل میدن. هیچ کدوم از این دادگاه ها میدونین نمیشه گفت کسی کار زیادی کرده در زمینه آشتی، شاید آشتی اصلا کار اینها نباشه یا تحت این انتقاد هستند که نفوذ سیاسی دارن یا دستکاری سیاسی. خیلی نادر هست، نه هرگز، ولی خیلی نادر هست که قربانیان اصلا به واقعا به تشویق کامل کار این دادگاه ها نشستن. تمام دادگاه ها خدمات بسیار زیادی انجام میدن با ثبت تاریخ که انجام میدن و پشت رو میذارن و بعضی ها هستن که کارهای دیگه هم میکنن در زمینه احیا و جبران، اما معمولا خیلی برمود افراد محدودی هست که برای محاکمه انتخاب میشن و میرن مدتی در زندان و بعد هم تموم میشن، فراموش میشن و در برای درک عمومی تر عدالت که چیزیست که ما دنبال اون هستیم شاید کمکی نمی کنن. شاهد مستقل که نگاه میکنه به ماهیت اتفاقی این دادگاه ها شاید به این فکر بیفته که دولت ها در واقع و البته نهادهای بین المللی هم در واقع اونقدرها هم نگران نیستند در مورد قربانیان وقتی که منافع سیاسی دیگری در میان هست که میتونن با اونها بپردازن و قربانیان تقریبا قربانیان بسیاری از کشتارها هستن که اصلا نهادهای بین‌المللی با اونها نمیپردازن و اونها شاید واقعا انتظار داشته باشن که زندگیشون رو در حالی به پایان برسونن، حالا چه قربانیان شخصی باشن یا قربانی باشن از آنجا که عزادار کسانی بودن که کشته شدن با عنوان قربانی، آنها انتظار میره از اونها که زندگیشون رو به پایان برسونن با یک گفتمان بدون که هیچ وقت گفتمان واقعا روایتی ارائه داده باشن از رنجی که از سر بدن. آیا این یک مسئله کوچکی هست که میشه کنار گذاشت نهادهای بین‌المللی اون رو از اونجا که خیلی اذیت کننده است چون یک سابقه ایجاد میکنه، چون اتفاق دقیقا همون است که افتاده است؟ فکر کنین اگر میخواهید به زنانی که ژاپن به عنوان تنفروش به زور به خدمت میگرفت و هیچ وقت از رنجهاشون جایی گفته نشد به این خاطر که اینها پیش از اون دادگاه غیر رسمی بسیار مهمی درگذشتند که نشان داد این کارهای بسیار توسط بقیه که توسط امپراتور انجام شده بود و آمریکایی ها وقتی که محاکم ژاپنی رو بپا کردن اون رو مسئول ندونستن. قربانیان ویتنام چطور؟ که هرگز تصمیم گیری کامل نداشتن و فقط یه محکمه غیر رسمی داشتن. رنج آنها چی؟ رنج آنها جنایت علیه بشریت بود یا نه برای یک کشور بسیار قدرتمند علیه یک کشور کوچکتر؟ و چطور مادران سربرنیسکا چطور؟ که همچنان بهشون داده نمیشه یک گفتمان، یک روایت صحیح
از اون که در این آخرین قتل عام اروپایی چه اتفاق افتاده. چرا؟ به این خاطر که برای جامعه بین‌المللی مناسب نیست که بذاره مسئولیت بین‌المللی در صربستان و در جامعه بین‌المللی شناخته بشه که تا حدود زیادی مسئول هست به خاطر قتل عام سبرنینسکا. تمام اینها انسان هستند. روهینگاهای برمه چطور؟ مردم روهینگا، مردم کره شمالی که این بعد از ظهر در یک اتاق دیگه دارن بهشون پرداخته میشه، که اونها یک مزیت دارن که یک گزارش خیلی دقیق هست در باشون، اما این گزارش میتونه اگر ما که نباشیم خاک خواهد خورد اون گزارش هم. و البته در میان این مردم که جامعه بین‌المللی از اونها انتظار داره که زندگیشون تموم بشه و روایت درستی ازش انجام نشه، کسانی هستند از ایران در دهه 60، کسانی که بجا موندند و اون کسانی که عزادار هستند از اون کسانی که بجا نماندند. در پرداختن به این مشکل بود که شهروندان دیاسپورایی ایران در سراسر جهان گرد هم آمدند، چنان که من گفته میشم ایرانی ها به این راحتی جمع نمیشن، بعضی اهل استقلال فکر هستن، اما خب اینها گرد هم اومدن این بار برای یک هدف واحد. شاید اولین قدم باشه، اما یک هدف واحد، به جا گذاشتن سابقه در سطح عمومی و با توجه به فناوری عمومی با پخش مستقیم اون به درون ایران که فهم کنم میلیون ها نفر اون رو مشاهده کردن و من الان هست که برمیگردم به ابتدا. شاید کمتر تمرکز کنم بر گزارشگر ویژه از اون چیزی که عنوان صحبتم این بود زارم، اما این برای من مهم نیست، چون آن چیزی که مهم بود برای تمام ما کسانی که ناظر بودن به ایران تریبیونال، بر اون چیزی که برای ما مهم بود تنها این بود که ببینن قدرت گرفتن شهروندان رو، که شهروندانی که میتونن اون کاری رو بکنن که خودشون میدونستن نهادها، نهادهای مختلف نخواهند که کاری اونها برای خودشون کردن که این نهادها برایشون نمیکردن. آن چیزی که ما در آن موقع شاهد آن بودیم و دقیقا این به همین علت که خیلی مهمه، چون فقط برای ایران مهم نیست، آن چیزی که ما شاهد آن بودیم بیداری آرام شهروندان بود. اون دید که در دستان خود قدرتی به او داده می شود تا آن جای خالی را پر کند که نهادهای دولتی و نهادهای بین‌المللی تصمیم گرفتند پر نکنند، و اون نهادهایی که در این سازمان نمایندگی می شوند، گزارشگر ویژه پابلو دو گریف نماینده اونها هست، حالا باید به رسمیت بشناسند، حداقل برای این روند از این مرحله، یعنی اعلام سابقه که آنها هیچ احترامی ندارند به شهروندان، هیچ، اگر آن کاری را که باید در مرحله اول انجام بدهند نمی کنند، یعنی اعلام کردن آنچه که اتفاق افتاده است در تخاصم ها. و البته از این نتیجه می شود که آنها هیچ احترامی نخواهند داشت مگر آن کار دیگری رو که میتوانن بکنن، حرکت به سوی روندهایی که بتواند بدارد قضاوت و عدالت به میان بیاورد. اگر این کار رو نکنند، با توجه به این واقعیت که شهروندان میتوانند کارهای بسیار زیادی رو به تنهایی توسط خودشون انجام بدن،